امروز داخل این ویدیو قراره گیلیچ پولهای سولو رو بهتون آموزش بدم. با این متدها بدون نیاز به بازی کردن میتونید به صورت AFK کلی پول به جیب بزنید. خب دیگه وقت رو تلف نکنیم، بیزن بریم سراغ این ویدیو به شدت جذاب. سلام و درود، مصر راهی هستم. امیدوارم که حال دلتون عالی تر از عالی باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید و گیلیچ پول جدید از کانال ایران گیلیچر. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز میخوام بهتون روش‌های جدید AFK شدن رو در بازی آموزش بدم. با این سه تا متد شما بدون بازی کردن میتونید در سیشن بمونید و به همین خاطر شما کلی پول میتونید به جیب بزنید که حالا کامل در موردش صحبت میکنیم. همون جوری که میدونید شما بعد از 15 دقیقه بازی نکردن از بازی کیک میشید، یعنی به شما این آلرتو میاره. حالا باید چی کار کنیم که بازی به همون گیر نده و ما رو نندازه بیرون؟ اولین متد که یه متد خیلی قدیمی هم هستش اینه که شما باید به دستتون کش بس کنید. طبق چیزی که دارید میبینید باید به آنالوگ سمت راستتون کش بس کنید. فرقی نداره ایکس باکس هستید یا پلیستیشن، این کار جواب میده. ولی ممکنه باز هم لفت بخورید. چرا؟ چون تشخیص AFK بودن پلیر از سمت راکستار عوض شده و خیلی بهتر و دقیق تر شده و به همین خاطر شما باید R2 و L2 هم درگیر کنید طبق چیزی که دارید میبینید که دیگه اینجوری شما لفت نمیخورید. ولی این کارا زمان قدیم بود، یعنی اون موقع هایی که نهایتش دسته میشد 500,000 تومان، که اینم باز رقم بالایی گفتم، نهایتش میشد 400,000 تومان. الان که دسته از 4,000,000 تومان شروع میشه، بهتره که با احترام خیلی بیشتری با دسته برخورد کنید و بذارید دسته به شما کش وست کنه. آخه اصلا چه کاریه این؟ حالا از بازی کیک بشیم، اصلا نمیخوایم AFK بشیم، مگه خیلی واجبه؟ آره انصافا واجبه، چون پول لازمیم. یعنی علاوه بر این که در دنیای واقعی پول لازمیم، تو بازی هم باید دنبال پول بدویم. حالا چی کار باید کنیم؟ اینه که میریم سراغ متد دوم، یعنی بدون نیاز به اذیت کردن دسته زیبامون. حالا بریم سراغ متد دوم که مخصوص افرادیه که پلی‌استیشن دارن. شما باید دوربین بازیتون رو سوم شخص کنید و بعدش گوشی کارکترتون رو بیارید بالا و برید داخل سایت و بعدش فقط کافیه تاچپد دستتون رو فعال کنید، یعنی با انگشتتون روش بکشید، یعنی قسمت تاچپد با انگشتتون روش بکشید تا براتون فعال بشه و یکم جهت موس رو با تاچپدتون تغییر بدید و بعدش کافیه بعد 10 یا 20 ثانیه مثلث رو بزنید. وقتی این کار رو درست انجام بدید 1 دقیقه به دستتون دست نزنید و بعد از 1 دقیقه دوربینتون اگه اول شخص نشد و همچنان در دوم شخص یا سوم شخص بود، یعنی که گیلیچ کاملا براتون درست گرفته و شما دیگه از بازی لفت نمیخورید و حالا میتونید به کارهای دیگه‌تون برسید. و این بود از متد دوم AFK شدن در GTA آنلاین، یه متد بدون درد و خونریزی. متد سوم اینجوریه که شما باید برید داخل یه سیشن پابلیک شلوغ که پیشنهاد میشه 20 پلیر به بالا باشه، بعدش یا برید آفیس یا برید داخل آپارتمانی که دارید. حالا باید تلویزیون خونتون رو روشن کنید یا تلویزیون آفیس رو روشن کنید و بعدش فقط کافیه اسپکت یه پلیر به صورت رندوم داخل سیشن بشید. همین، اینجوری دیگه از سیشن لفت نمیخورید و هر چقدر که دوست دارید میتونید داخل سیشن بمونید. و در آخر متد برای PC به شدت زیاده و بعید بدونم کسی بلد نباشه، ولی تنها راهی که بدون دردسر میتونید AFK بشید همین راههایی هستش که الان دارید میبینید و قسمت کامنت ها. اگه کسی داشت راهنمایی در جهت AFK شدن در PC میکرد براتون پینش میکنم تا شما هم اون روش رو انجام بدید.
خب دوستان، این بود از 3 تا متد AFK شدن در GTA آنلاین که این متد ها بعد از پچ 1.69 همچنان کار میکنن و جون سالم به در بردن. اگر روش دیگه شما بلد هستید قسمت کامنت ها بنویسید. حالا شاید بگی خب مستر، من الان روش های AFK شدن رو یاد گرفتم، به چه کاری میاد الان؟ الان کامل بهتون توضیح میدم که چجوری با این روش ها میتونید پول پارو کنید. فقط قبلش میخوام مرامتو به مستر نشون بدی، پس همین الان برو ویدیو رو لایک کن تا نشون بدی که با مرامی. البته که بچه های رانگلیچر همشون با مرامن. شما اولین راهی که میتونید از AFK شدن پول به دست بیارید اینه که بیزنس پر رونق نایت کلابو داشته باشید. نکته اول، پاپولاریتی کلابتون حتما باید پر باشه و اگه پر نیست حتما باید از طریق عوض کردن دیجی یا ماموریت‌های کلاب منیجمنت این کارو انجام بدید تا خط بنفش کامل پر بشه. حالا باید تکنسین‌های کلابتون رو مشغول یه بیزنسی بکنید تا براتون استاک جمع کنن و بعدش سیف باکس نایت کلاب رو باز کنید و حالا کافیه با یکی از اون روش‌ها خودتون رو AFK کنید. اینجوری علاوه بر این که پول به حسابتون همینجوری واریز میشه، استوریج کلابتون هم پر میشه و بعدش میتونید برید استاک ها رو بفروشید و طی این مدت شما به درس و مشق و کار و زندگیتون میرسید و هم پول نقد به دست آوردید و هم میتونید از طریق فروش استاک هاتون در بیزنس های مختلفی که دارید پول پارو کنید. پس اولین روش پول در آوردن این شد که شما با آنلاین بودنتون در سیشن میتونید از طریق تمامی بیزنس هایی که دارید کلی پول به جیب بزنید و در طی این مدت بهترم یه سری به بازی بزنید و سوپلای برای بیزنس هاتون بخرید و این متد وایسادن روبروی سیف باکس نایکلاب واقعا توصیه میشه، چون راه به شدت خفنیه. دومین و آخرین متد اینه که شما میتونید از جاب های AFK استفاده کنید که با این روش ها شما هم پول و هم RP خوبی به دست میارید، یعنی هم لول اپ میشید و هم کلی پول مفت به جیب میزنید. من کلی لینک جاب براتون داخل دیسکریپشن میذارم و بهتره یه سری به دیسکریپشن این ویدیو بزنید، چون به شدت مهمه و بعدش روی لینک کافیه ضربه بزنید و رمز و ایمیل سوشال کلابتون رو وارد کنید و بعدش کافیه جاب و بوکمارکش کنید. کار به شدت ساده ایه که مطمئنم همتون الان بلدید. اگه بلد نبودید قسمت کامنت ها بپرسید جوابتون رو میدم. و تنها کاری که شما باید در طول این روند انجام بدید اینه که وقتی جاب تموم میشه دوباره استارتش کنید. اینجوری هم پول و هم RP خوبی به دست میارید بدون اینکه کار خاصی انجام داده باشید. خب دوستان، این بود از ویدیو امروز. گفتم به مناسبت باز شدن مدارس و دانشگاه ها بهتر روش AFK شدن رو بهتون آموزش بدم و امیدوارم که به کارتون بیاد و براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو پیشنهادی دارید قسمت کامنت ها بنویسید، در سریع ترین زمان براتون آپلودش میکنم. و یادتون نره اگه تا الان ویدیو رو لایک نکردید همین الان برید لایک کنید و حمایت از کانال یادتون نره. دم همتون گرم، عاشق همتونم، مرسی که هستید. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم. تا درودی دیگر، فعلا بدرود.